بینندگان عزیز، خدمت همه شما سلام دارم. شهلا دانشور هستم. برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو خدمتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. ابتدا نگاهی میکنیم به اوضاع سیاسی فضای جامعه و برخی تاکیدات، اعتصابات سراسری، اعتصاب عمومی و جبایت کردنها. بعد از اون نگاهی میکنیم به اخبار اعتراضی کارگری در این 7-8 روز اخیر و صحبت میکنیم در حاشیه اونها. و بعد هم دستگیری ها، احضارها، احکام دادن ها، کارزارها، بخش ثابتی از برنامه که در موردش بحث و گفتگو خواهیم داشت. خب به اوضاع سیاسی نگاه کنیم. جامعه داره از اعتراض میجوشه. خیزش آبان ماه رو داشتیم. به دنبال اون بعد از اعتراف خود حکومت به زدن موشک به هواپیمای مسافربری و به قتل رسوندن 176 نفر در این جریان که این قتل عمده، دیدیم چه ولوله‌ای به پا کرد. چطور جامعه خشمگین به پا خواست، به خیابون اومدن مردم. جمهوری اسلامی نابود باید گردد، این صدای مردم و پیام مردم بود. فرمانده کل قوا استعفا، استعفا. حکومت سپاهی نمیخوایم، نمیخوایم. کشته آبان ماه 1500 نفر. و توی یک همچین شرایطی هستیم. خب جنبش اعتراضی کارگری نقش مهمی داشت در کشیده شدن اوضاع به خیزش آبان ماه و خودش از این شرایط تأثیر گرفته. تو شرایطی که جامعه چنین میجوشه، تو شرایطی که اینجوری خشم مردم شعله گرفته، تو این شرایط روشنه که باید فراتر رفت. برای تقویت اعتراض در کف خیابون، برای گسترش مبارزات در سراسر ایران، در تمام شهرها باید فراتر رفت. نقش جنبش کارگری چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ تأکید ما بر اعتصاب عمومیه. تأکید ما بر اعتصاب سراسری. تأکید ما بر کنترل محلات و سازماندهی اعتراضات در محلاته. و تو این زمینه کارگران، فعالین کارگری، بخش‌های مختلف جنبش اعتراضی کارگری نقش کلیدی دارند. تصور کنید اگر بخش‌های مختلف، معلمان دست به اعتصاب بزنن، سراسری دانشگاه به اعتصاب در بیاد، بخش‌های مختلف و مراکز دولتی به اعتصاب کشیده بشه، کارخانجات مختلف به اعتصاب کشیده بشه. ببینید اولا چه فضایی از اعتراض در کل جامعه شکل میگیره و چطور مردمی که آمادن اعتراضشون رو به خیابان بکشن و این بساط رو جمع کنن، تقویت میشه و یک موقعیت دیگه. این جامعه که اون با فلج میشه برای این حکومت، این جامعه که با اعتصابش پیامش اینه که دیگه بسه، اجازه نمیدیم به این توخش و بربریت. آیا زمینه اون هست؟ همونطور که گفتم روشنه. معلمان مدت هاست از اعتصاب صحبت میکنن و هر بار که میخوان دست به اعتصاب بزنن جمهوری اسلامی فوری مدارس رو تعطیل میکنه تحت عنوان اینکه هوا بد شده. بازنشسته ها مدت هاست در تدارک تجمع هستن. همین آخرین تجمعشون برای هفتم بود که به دلایل فنی گفتن فعلا این رو لغو کردن و گفتن اما این تجمع برگزار خواهد شد. دلیلش اینه که مردم نمیتونن کوتاه بیان، جایی برای مردم نمونده. فقر بیداد میکنه، گرسنگی بیداد میکنه و الان دیگه فراتر از اینه، جنایت، کشتار، امنیتی برای مردم نیست. مردم میخوان به این 40 سال، بیش از 40 سال جنایت خاتمه بدن، تمومه. این پیام خیزش آبان بود، این پیام اعتراضات کف خیابان در دی ماه بود. بنابراین
تو این شرایط فضا بسیار آماده است و روشنه که توجه ها به طرف جنبش کارگریه. خب طبعا یه جاهای آماده تره، معلمان، مراکزی که تجربه اعتصابات سراسری داره، کامیون داران و باید به تدارک اون رفت. بله، یه جاهای الان قلقله است از اعتراض. همین الان بحث بیکارسازی ها در صنعت نفته، همین الان در پتروشیمی های مختلف میبینیم مرتبا اعتراض است و اینا اون مراکزی هستن که با اعتصابات قدرتمند خودشون، با همبستگی مبارزاتی، با اعتراضات همبسته و متحد و همزمان در جاهای مختلف، کارگران راهن، کارگران شهرداری، کارگران مخابرات، آتش نشانی ها، همه اینا بخش هایی هستن آمادن و این دست فعالین و رهبران کارگری رو میبوسه. خب تکمیل کننده این سازماندهی در محلات و کنترل محلات که خیزش آبان زمینه های اون رو فراهم کرد و امروز مردمی که تو صف تهیه گاز به صف میستن، مردمی که با گرانی اجناس رو برو میشن صداشون بلنده، مسئله گرانتر شدن پول آب و برق و همه اینا، همه اینا موضوعاته که میشه اعتراضات در محلات و سازمان داد و به این شکل تجمعات اعتراضی در محلات، اکسیونای اعتراضی در محلات، شعاردهی اعتراضی در محلات و اینا زمینه های مختلف و عرصه های مختلفی هست که در مجموع فضا رو یک تکان کیفی میده و تقویت میکنه اون مبارزه که در کف خیابون هست. یه موضوعی که امروز داغه همین مسئله هواپیما و کشداری که در این ماجرا صورت گرفت توسط یک حکومت، این جامعه رو به تکون در آورد و جهان رو به تکون در آورد و ما این مسئله رو پیگیریش هستیم. از میون از جمله بیانیه‌های مختلفی در محکومیت این داده شد، یکی از این بیانیه ها از درون زندان بود که 11 نفر زندانیان سیاسی، بهزاد همایونی، جعفر عظیم‌زاده، سهیل عربی، بابک سفری، پروین محمدی، یوسف آریامه، محمد کریمی، محسن حاجی محمدی، میثم عباسی اون رو امضا کردن. جعفر عظیم‌زاده یکی از فعالین و رهبران شناخته شده کارگری که 6 سال حکم داره و در زندانه، دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی نایب رئیس این اتحادیه است که با 1 سال حکم در زندانه. این عزیزان، همه این زندانیان سیاسی باید آزاد بشن و ما باید شاهد چنین بیانیه‌هایی از بخش‌های مختلف جامعه باشیم. در کنار خانواده‌های جانباختگان بایستیم و بگیم جمهوری اسلامی باید محکوم بشه به خاطر این جنایاتش و این رو در محاکمش بشه در دادگاه‌های بین‌المللی، خاصی که امروز خانواده‌های این عزیزان دارن طرح می‌کنن. و ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان، ما بخش‌های مختلف جامعه باید یک ستون مهم این اعتراض باشیم برای پایان دادن به 40 سال جنایت این حکومت. تو یک همچین مقطعی قرار داریم. خب برای اینکه به قسمت بعدی برنامه‌مون بریم، از شما درخواست میکنم کلیپ کوتاهی ببینید از اعتراضاتی که بعد از این ماجراها در همین دی ماه صورت گرفت. مردمی که فریاد میزنن جمهوری اسلامی نابود باید گردد. این کلیپ رو میبینیم و برنامه رو دنبال میکنیم. حمایت! 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 حمای
جمهوری اسلامی نابود باید گردد. این فریاد اعتراض مردمه. از اعتراضاتی که تو این 10 روز اخیر توجه رو بسیار به خودش جلب کرد، اعتراض بیش از 2000 نفر از کارگران بندر پتروشیمی بندر خمینیه. خبر درز کرد که میخوان پاداشاشون رو کسب کنن، دریافتیاشون رو کسب کنن. کارگران با هوشیاری درست همون روزی که هیئت از وزارت نفت میخواست بره به این مرکز سر بزنه، دست از کار کشیدند و دست به اعتراض زدن. و این آمادگی جامعه رو نشون میده، آمادگی کارگران رو مینشون میده که در مقابل هر تعرضی چنین هوشیارانه میایستن و اجازه نمیدن. و یک هشداری بود به اون حکومت، به خصوص که بحث بیکارسازی در صنعت نفت هم در جریان قرار بود در پاییز کارشون رو شروع کنن، الان تو دستور گذاشتن و زمزمه های اعتراض بپاس. کلیپی از اعتراض بندر امام که خیلی کوتاه میبینیم، برنامه رو دنبال میکنیم. خب اجازه بدید اخبار دیگه اعتراضی رو بگم. در 10 بهمن کارگران شهرداری اهواز در اعتراض بعدن پرداخت ماها مزد و حق بیمه و باطل شدن دفترچه های بیمشون برای 7 روز دست به اعتراض میزنن. طی 2 روز 8 و 9 بهمن ماه به دنبال اعتراضات پی در پی کارگران راهن در منطقه آذربایجان دو ماه حقوقشون پرداخت میشه. و خب این زیر فشار اعتراضات کارگرانه. کارگران راهن همواره با اعتراضات سراسری در مقابل تعرضات حکومت ایستادن برای نقد کردن دستمزدهاشون و برای قراردادهاشون که میخوان رسمی بشه. روز 9 بهمن ماه جمعی از معلمان و فعالین اجتماعی با جعفر ابراهیمی عضو کانون صنفی معلمان که بعد از 31 روز از بازداشت آزاد شد دیدار کردند. جعفر در 6 بهمن آزاد شد. اون در 5 دی ماه روز گرامی داشت یاد جانباختگان آبان ماه بازداشت شده بود. در این دیدار معلمان تأکید کردند بر آزادی تمامی معلمان زندانی و زندانیان سیاسی. خبر دیگه، صدها کارگر واحد تعمیرات شرکت پتروشیمی اروند در بندر امام خمینی از 6 دی ماه در اعتراض هستن به سطح ناظر حقوقاشون و نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل. خبر دیگه، روز 6 بهمن ماه کارگران فصلی پروژه آبرسانی سد گاران در اعتراض بعدن پرداخت موافقات مزدی خودشون برای بار دیگه در مقابل فرمانداری تجمع کردن. خبر دیگه، 6 بهمن جمعی از کارگران پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اعتراض به اجرا نشدن بخشنامه یکسانسازی حقوق و مزایای اقلیمی دست به تجمع زدن. قبلا زیر فشار اعتراضات در تیر ماه گفته شده بود که باید این یکسانسازی صورت بگیره. کارگران میگن مزد برابر در برابر کار برابر و در این حال به دستمزدهای زیر خط فقر اعتراض دارن. در برخورد به این اعتراضات محسن بیرانوند فرماندار ماشر میگه تمرکز کارگران باید بر افزایش تولید باشد و بهتر است مدیران اهمیت این موضوع رو درک کنند، زیرا اعتراضات کارگری خط قرمز ماست و علاوه بر وارد نمودن لطمه به صنعت کشور، امنیت روانی جامعه را نیز دستخوش مشکلات عدیده کرده است. که معلوم اعتراضات کارگری امنیت روانی فرماندار و روحانی و خامنه‌ای و تک تک سران رژیم رو به هم زده و برای اینه که خط قرمزشون هستش. چطور که روحانی بعد از همین قضیه جنایتی که در رابطه با هواپیمای اوکراینی کردن اومد گفت پیام شما رو شنیدم، عذرخواهی میکنم. مثل همه دیکتاتورها که وقتی پیام انقلاب مردم میشنوند میان و دیگه دیره. مردم میخوان این حکومت رو به زیر بکشن. 6 بهمن تعداد از کارگران پیمانکاری فاز 14 پارس جنوبی در اعتراض به عدم دریافت دستمزدشون اعتراض کردن.
پنجم دی ماه بازنشستگان فولاد در اعتراض به واگذاری بیمارستان مطهری به تامین اجتماعی تجمع کردند که زیر فشار اعتراضات کارگران قرار شد جلسه گذاشته بشه و کارگران گفتن اگه جوابی نگیره، اگه این دزدی‌ها پایان داده نشه، همه 300 هزار بازنشسته فولاد همراه با خانواده‌ها مخواهیم رامد. و به این طرح در این حال در چادر ملو ما شاهد اعتراض کارگران بودیم علیه اخراج‌ها که بالاخره این کارگران تونستن دستمزد موفقشون رو بگیرن، اما کارخونه تعطیل شد. در بندر لنگه کارگران شهرداری دست به اعتراض زدن به خاطر 5 ماه دستمزد پرداخت نشده و در 7 بهمن ماه کارگران فرش و پتوی مقدم دست به اعتراض زدن. خب اگر فرصتی هست از اتاق فرمان میپرسم. اینجا ما موزیکی داریم برای اینکه بریم به ادامه برنامه‌مون. این موزیکو میشنویم، آشناس به لاچا میشنویم، برنامه رو دنبال میکنیم. قشنگی بود. ادامه میدیم. آتنا دائمی، چهره شناخته شده، صدای انسانیت در زندان و در بیرون زندان، فعال دفاع از کودک، حقوق زن و علیه اعدام. در این هفته دوباره دادگاهی کردن در 6 بهمن ماه با یه پرونده جدیدی. چرا؟ به خاطر اینکه اعتراض کرد، به خاطر اینکه در 5 دی ماه همراه با چند زندانی دیگه در زندان در رابطه با جانباختگان آبان ماه اعلام تحصن کرد. اتهامش از اخلال در نظم زندان، فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار بیانیه در وبسایت‌های مخالف نظام و اجتماع تبانی علیه امنیت کشور.
اون قبلا حکم گرفتش و حکمی که بهش دادن قبلا 7 سال بود، بعد شد 5 سال، بعد یه پرونده دیگه جدید تشکیل دادن و پدرش میگه نمیدونم این چندمین پرونده است که برای دخترم میسازن، اما افتخار میکنم به داشتن چنین دختری که خاری شده تو چشم کسانی که نمیتونن ایستادگی و مقاومتش رو ببینن. به استقامتش قسم میخورم تا زندم و توان دارم دست از حمایتش بر ندارم و تا جان دارم صدایش خواهم بود. از آتنا دائمی باید پشتیبانی کرد. آتنا دائمی باید فوراً به بدون قید و شرط آزاد بشه. یک کلیپ کوتاهی از صحبت‌های پدرش در مورد آتنا می‌بینیم و تیکه آخر برنامه رو اون وقت با هم خواهیم بود. لازم اینجا من بگم که آتنای من فقط یه فعال مدنی بود. آتنای من حامی کودکان کار و خیابون بود. مخالف اعدام و حجاب اجباری بود. شاهد بودیم اخیراً دختر زیر 13 سال ما رو به زور به پای سفره عقد می نشونند. آیا حمایت از این کودکان جرم محسوب می شود؟ قضاوت با شما مردم عزیز، مردم آزاد خواه ایران، درود بر شما. لازم اینجا من بگم که آتنای من فقط یه فعال مدنی بود. آتنای من حامی کودکان کار و خیابون بود. مخالف اعدام و حجاب اجباری بود. شاهد بودیم اخیراً دختر زیر 13 سال ما رو به زور به پای سفره عقد می نشونند. آیا حمایت از این کودکان جرم محسوب می شود؟ قضاوت با شما مردم عزیز، مردم آزاد خواه ایران، درود بر شما. لازم اینجا بخش آخر برنامه است. از یه خبر میگم که تجربه بسیار جالب و آموختنیه. روز 7 بهمن ماه 6 جلسه دادگاه اسکندر لطفی از معلمان مریوان و عضو کانون صنفی معلمان کردستان بود در شعبه 104 جزای سنندش. جالبه 50 نفر از معلمان از شهر مریوان میرن برای شرکت تو این دادگاه. دخواه معلم از سنندش جمع میشن. قاضی در مقابل فشار معلمان قرار میگیره، میگه جا نیست و بالاخره 30 نفر رو را میده داخل سالن. معلمان میستن اونجا، تجمع میکنن، بنری در دستشونه: زندان تبعید، اخراج تبعید. فعالین صنفی رو در پیگیری مطالبات راسختر میکند. درود بر این معلمان. همه جا باید با دادگاه ها رو با حضور خودمون به سر این جنایتکاران خراب کرد. و این تجربه بسیار شورانگیزه و معلمان تو این زمینه تجربه خوبی دارن، مثل دیداری که با جعفر ابراهیمی میکنن و همونجا میگن بقیه هم باید آزاد بشن، دستگیر شدگان باید آزاد بشن. دیدیم معلمان برای آزادی دستگیر شدگان اخیر بیانیه دادن، برای در همبستگی با خانواده های جانباختگان بیانیه دادن. زنده باد معلمان. و این رو باید تکثیر کرد، این اعتراض باید وسیع باشه. تمامی بازداشت شدگان اخیر، معلمان زندانی، کارگران زندانی، دستگیر شدگان، همه باید آزاد بشن. جعفر عظیم‌زاده، پروین محمدی و آتنا دائمی، ندا ناجی، تک تک اینا باید آزاد بشن. الان پرونده مرزی امیری و عاطف رنگریز به دادگاه فرستاده شد برای اینکه حکمشون اجرایی بشه. 5 سال حکم دادن به خاطر اول ماهمه. حسن سعیدی 5 سال حکم دادن به خاطر اول ماهمه که توی شرکت کرده. تمامی پرونده ها باید لغو بشه و ما با مبارزمون، با کارزارهامون در زندانها رو باز میکنیم. ما تو سطح بین‌المللی در این رابطه فعالیت‌هایی داشتیم. کمپین برای آزادی کارگران زندانی. سعی کردیم صدای کارگران باشیم. از جمله تو این هفته 2 نشست بود با اتحادیه کارگری در خدمات اتحادیه خدمات کانادا در بریتیش کولومبیا که دوستانی از اعضای کمپین برای آزادی کارگران زندانی از جمله فهیمه صادقی و مسعود ارجنگ و عباس ماندگار اونجا بودن که عباس ماندگار اونجا صحبت میکنه در مورد مبارزات کارگران. در بعدی هم در 24 ژانویه است که فهیمه صادقی، آبی لشکری و عباس ماندگار اونجا هستن و بعد از اون اتحادیه مقرر میشه بعد از این دیدار که قطعنامه بدن در حمایت از کارگران ایران برای آزادی دستگیر شدگان، برای پایان دادن به این فشارها و همینجور حمایت و همبستگی با مبارزات کارگران در ایران. این یکی از بندهای این قطعنامه های ما در رابطه با این اتحادیه ها
منزوی کردن جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و اخراج اون از سازمان جهانی کار به خاطر تمام جنایت ها و سرکوبگری هاست و تاکید بر آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی همشون و بسته شدن پرونده های امنیتی تشکیل شدن بر اون. با این کارزارا، با این مبارزات در زندان ها رو باز میکنیم. وقت برنامه ما پایان گرفته، برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.